در سال 68 در جلسه مجلس خبرگان برای انتخاب جانشین آیت الله خمینی به عنوان رهبر، علی خامنه ای سخنانی ایراد کرد که بخشی از اون تاکنون پخش نشده بود. دیروز برای اولین بار بر روی شبکه‌های اجتماعی منتشر شد که برای عموم تازگی داشت. در اینجا با شاهد علوی روزنامه‌نگار همراه هستیم، کسی که این ویدیو رو در شبکه‌های اجتماعی در دسترس عموم قرار داد. آقای علوی، چگونه و کی این ویدیو به دست شما رسید؟ چند روز قبل یه منبع از داخل ایران با من تماس گرفت، گفت ویدیویی داره از نشست مجلس خبرگان سال 68 و انتخاب رهبری، بعد بر من ویدیو رو فرستاد و درخواستشون بود که منتشر بشه. خب من چند روزی لازم بود که بررسی بکنم ببینم این ویدیو صحت داره، آیا ایرادی توش نیست، احیانا جاییش عمدن سانسور نشده بعد از اینکه بر و البته قبلا جایی منتشر نشده. من اینا رو بررسی کردم بعد از اینکه اطمینان حاصل کردم بعد این ویدیو هم اصالت داره هم سانسور نشده، در واقع اول و آخر شاید قطع شده باشه اما داخلش جایی حذف نشده، تقطیع نشده و بعد هم جایی منتشر نشده، من تصمیم گرفتم منتشرش بکنم روی این حساب که خب به هر حال خبر مهمیه، یعنی یه ویدیویی که ارزش سندی تاریخی داره و دلیل نبود که من رو نگه دارم. گفتین که این ویدیو سندی هستش و جنبه تاریخی داره، چرا این زمان رو برای انتشار این فیلم انتخاب کردید، هم شما هم کسی که برای شما فرستاده؟ خب در واقع از اون جنبهش که من برمیگرده، من زمان سنجی خاصی نکردم، یعنی فکر کردم این سند باید منتشر بشه و همون زمانی که در واقع بررسیم تموم شد اقدام به انتشارش کردم، اما فکر میکنم کسی که فرستاده برداشت خود من این هست، ایشون خب خیلی آسی و نگران بود از خیلی مسائل که حالا شاید من مجاز نباشه بگم این رو اینجا، فقط اونجا برام میشه گفت برداشت کلی من هست حرفا ایشون این بود که در این شرایط که مردم شاکیان در این چند روز اخیر اعتراض در ایران ادامه داشته و چهارها متوجه رأس نظام بوده، به نظر میسه ایشون میخواست با انتشار این ویدیو نشون بده که اون کسی که مردم بهش میگن بی‌لیاقت و رهبر نالایق و کسی که باید دیگه از در واقع تخت سلطنت ولایت فقیه بره پایین به تعبیر مردم، ایشون خودش هم قبول داره که با بودنش برای به حال یک مملکت که ایشون رهبریش میکنه باید در واقع خون گریست، این تعبیری که در ویدیوی در واقع مجلس هست. فکر میکنم قصد ایشون این بود این فرستنده که اگر در این زمان منتشر بشه مشروعیت میده به شعار مردم، اون شعارهایی که متوجه آقای خامنه‌ای هست به عنوان رهبر نظام ایران و اینکه این باعث میشه که در واقع قشر سنتی هم که فکر میکنن آقای خامنه‌ای مشروعیت داره با دیدن این ویدیو احتمالاً در باورشون تجدید نظر بکنن.